سلام برای وکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز راجع به زندگی تو اسپانیا میخوام صحبت کنیم من مسافر از اینا زیاد خیلی زیاد نرفتم ولی کم هم نرفتم و تو تمام کشور و جایی که رفتم یکی از جایی که واقعا دیوونه شدم و هر جور حرف میزنم میگم بهترین جای زندگی اسپانیا است حالا که برای عکس برای اسپانیا خودشو معرفی بکنه لطفا اس فامیل کجای کجا اسپانیا بگو که ما سوالو شروع کجا رابر قبل از منم گنده برو رو اصلا نه من قافیام تو اربیت هم وزن آیا میتونن بشن اینو اصلا نه اینقدر دیگه سر رفتم تو اومدم دور هم یهو در رفتن جاق کن که ندارم اسندم بگو بیادش بش اسپانسر من من تنها ترین رپر این شهرم روی فام تکی هر کاری کردم مهم نبود پشتم چی میگفتن اگه حتی نو حق قضاوت کردن ببین منم دیگه کندم همه توی سختی درود به همگی امیدوارم که حالتون خوب باشه من آرامین هستم در خدمت شما از اسپانیا آرامین یا آرامین 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 <صح> از اسپانیا <صح> <بزید> آقا آرامین <صح> آرامین نه آرامی آرامین آرامین یعنی چی آرومین اسم هنری منه یعنی من اسمم توی اس پاسپورت آرمینه ولی خب هنری میشه آرومین آرومین فهمیدم فکر فهمیدم ما نشدیم تا حالا یعنی همین اسم خود <تصفح> خیلی همین حالا اینجا تو اسپانیا یکم براشون راحته به میگن آرو کوتاهش میکنن آرو بعد چون تو اسپانیا هم آ ندارن همه رو آ میگن میگن آرو کوتاه اسم نگار متاسر. خیلی بده چرا, چرا خارج میگن نگار 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 ولی نگار دیگه ولی خارجی خوب نمیتونم بگم آره. خب کجا کدوم شهر اسپانیا هستی من الان مالاگا هستم و مالاگا آره قبلا هم توی بارسلونا زندگی می آره بابا 100 درصد توی کوستایم این شهرام مثلا بارسلونا من بودم پنج شیست سال بارسلونا زندگی کردم بعد الان سه سالم هم از که اینجا توی مالاگا و همه این شهرات مالاگا، والنسیا، ماربیا همه اینا میشه کستا یعنی همه میشه لب دریا آه فهمیدم و چرا باید بگی بارسلونا به جای بارسلونا؟ اینجا وقتی شما میخوای سی و تلفظ کنی باید بگی ثه یعنی با نوک زبون ولی وقتی اس معمولی رو میخوای بگی با اسم میگن حالا یه بستگی به شهرها داری یه سری شهرها هست خیلی فشون میزنه یه سری شهرها نه من تو مادرید بودم و تو همین بارسلونا آه، اومدی اسپانیا با... ایوان ایبیزا ایوان ایبیزا که ایویزا میری؟ ایبیزا من تا حالا نرفتم ولی خیلی دوست دارم برم کلن ایویزا میری ای همون که جای دو دقیقه میرسی آره فکر میکنم یک ساعت یک ساعت و خورده یه جزایر قناری هم خیلی خفنه اونجا برم او جزایر قناری که یکی از معروف ترین جزایر لختی ها تو هم اینجا تو اسپانیاست آره من اینجا جزیره لختی میرفتم چه حالی میده نه جزیره لختی یه ما بیچ لختی داریم اینجا بغل دانشگاهه بعد که میری فقط بچه های جوون توشن چون همیشه معمولا آدم انتظار دارن بیچای لختی مثلا آدمای پیرپاتال باشم ولی نمیدونین چه جاییه جدی میگی ببین بیچای آه. اونجا چه جوریه تو میتونی همجوری با لباس بری یا باید کلا شما هم چیز بری نوت باشی نه ببین همه جا لباس که باید تن باشه یه جا هست اگه بخوام لباس رو دراری یعنی مثلا من با دوستم رفتم من تنها کسی بودم که شورتمو در آوردم بقیه همه مثلا پسر گفتن که نه ما تو تنها باشه آره گفتم ولم که یه بار بعدین اجازه بدیم لوخ باشیم بذار ببین بارسلونا بگو بگو بگو. بگو 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 من حالا میگم من توی ونکوور بیچ های ونکوور توی آمریکای شمالی به عنوان خوشگل ترین بیچ ها شناخته شد نه بیچ خوشگله دختره که تو بیچ منظورشون بود بعد واقعا هم خوب خوشگلن خوشگل خیلی مثلا مامانیان ولی ان ندارن نسبت به دخترهای تو بارسلونا یعنی من وقتی اومدم تو بارسلونا رفتم بغل بیچ اصلا نمیتونستم باور کنم چقدر خوشگلی هست بعد فکر کنم مثلا ده تا دختر لخت دارن والیبال بازی میکنن توپه که میره بالا 20 تا همه باهاش میره بالا 20 تا همه میاد پایین <تصفح> <تصفح> آره این خیلی زیاده حالا توی بارسلونا خود چند تا قسمت همیشه چند, چند تا قسمت از شهر یه سری ساحلایی داره که مثلا نوده یه جایی بود من برای اولین بار رفتم یعنی فهمیدم که بابا اینجا چیز داره ساحلای لختی داره همجور اتفاقی داشتم از یه جا رد می شدم رفتم دم ای اینا هیچی چی تنشون نیست بعد اولین بارم بود داشتم می دیدم دیگه ندیده بودم که کجا میتونستم ببینم بعد آقا من رفتم چند سال پیش جو... فکر میکنم کنم نه سال پیش دقیقا 8 سال نه سال پیش بعد داشتم همینجوری میرفتم هی hey, نزدیک شدم نزدیک شدم نزدیک شدم دیدم ای چرا دختر نیست اینجا همه پسرن بلخ بعد آقا آدم خجالت میکشه ای چجوری من برم تو اینا رفتم آقا بعد فهمیدم اینا همه چیزن همجنسگرا همجنسگران آره بعد دیگه احباً. بعد اون دیگه شروع کردم گشتم پیدا کردم مثلا ساحلای که اون رو پیدا کردم آره. کنم. اگه این از اونم هست اون نه من یادم داشتم با بابام از رفتیم نمیدم یادم نمیاد مامان امینا اون ور بودم من با بابام این ور بودیم بعد داشتیم برمیشیم طرف مامان امینا یه دختره خوابیده بود واقعا هیکل مشتی یعنی پاهای کشیده شکم تخت بعد برونزه تو تای دسته بعد اسپانیا میگدم. یا اونجا هندون. اسپانیا اینجا که گوغت نباسن اسپانیا بعد معمه ها دو تا هندونه که اصلا باورت نمیشه بعد خوابیده بود روی روی شن خوابیده بود داشتش آفتاب میگرفت ولی واسه اینکه صورتش مثلا پوستش خراب نشه یه هوله رو پنج تا تا کرده بود گوشه رو صورتش آره. تو اون پوزیشن حالا یا خوابیده بود یا خوابش برده بود دیگه من نمیدونستم ولی آه. من که میمونم طرفش خب مثلا یه دقیقه از نگاش میکنم میدونم یه چیز خدای خوشگلی افتاده اونجا تکون نمیخوره بعد با بابام بودیم وقتی رسیدیم بهش من وایستادم بابام رفت <applause> بعد با بابام برگشت من همینجوری واسه دختر گفتم نگاه میکنم بعد اومده میگه چرا نمیای گفتم چند تا تو هر وقت تو زندگی تو شانس میگیری که یه معمه جلوی سبز بشه بدونیم هم دختر نمیتون چه ببینه دقیقاً من با دل سیو نگاه میکنم خلاص آقا اینو نگاه کردم بعد رفتم جلوتر رسیدم به اون دختر که والیبال بازی میکردن دیدم آقا دیگه اصلا حشریت داره انفجار میزنه من چیکار کنم از اینجا چه چیکار میتونم کنم اخه اینقدر خوشگلی حیف نیست واقعا الان من با شون بولم نگاه کردم توی ساحل دیدم یه آقای توی آب مثلا مثلا شکمش بیرونه یعنی تو شکمش توی آب سینه هاش بیرون از آبه ولی دیدم تو شکم یارو دیگه نمیتونی ببینی مثلا خب اگه بس تا اونقدر بری عقب یه کسی نمیتونه شون ببینه توی ساحل رفتم اونقدر عقب برگشتم وقتی داشتم این والیبال نگاه می‌کردم توی ساحل اسپانیا شروع کردم جغ زدن نه بابا این کسیف در این جایی وای خدای من یعنی را بهت میگم آب دریای اسپانیا رو کسیف کردی آره دیگه رفتم اونجا وایسه هم رو به دریا خیلی خیلی مؤدبا وایسادم بالا تنه مؤدب پایین تنه داشت کثافتکاری اتفاق میافتاد مامانم اونجا خواهرم اونجا بابام اونجا گفتم نمیشه این همه دختر من باید برم توش چند سال پیش این بود سایی خیلی قدیمی نیست اونجوری که فکر کنیم مثلا شاید هفت سال یعنی تو هم بودیم اونجا نه بابا یعنی هنوز این حرکت ها میکنی آره من بعضی موقع ویدیاتو میبینم یعنی می کم اقنده یه سری داستان که تعریف میکنی نه من خلا اصلا من اصلا با خودم تاروف سکسی ندارم من یه جو میزنه بالا میخوام الان تمامش کنم حالش چون الان اون اینجاست بده و نمیدونم اینجا درست نیست و اصلا حالا بارسلونا یه جای خیلی بالی داره قسمتی که شما میخوای بری کلا سمت دیسکو اینا دقیقا لب دریا دیسکو زیاد داره داخل شهر ولی خب دیسکوهای اصلی دیسکوهای مثلا خارجی تر همه لب دریا بعد آقا تابستونا مثلا میبینید تا ساعت ده شب اینجا آفتاب است بعد ملت مردمتون خیلی خیلی خوشحالن مهربون ایلی. کمکت کنه مثلا به گفتم سوپرمارکت کجاست داشت اونوری میره وای میستد با من اینوری میاد با من چون نمیتو آره. بزنه از اسپانیا, از اسپانیا مهنبونن. به نظر من یکی از کشورهایی که واقعا خیلی مهربون ترین آدم ها رو داره و راسیسم و اینا هم خیلی کمه یعنی من خیلی برخورد نکردم خیلی کمه خیلی کمه تو هم مهربون... تو یخجان نگه نمیدونم یعنی تخم چی... مرغاشون تو یخچال نگه نمیدارن تخم مرغاشون رو میذارن رو کانتر درست میگم یعنی چی نفهمیدم متوجه نشدم تخم مرغ مغازه بخری تو یخچال نمیذارنش درسته نمیدونم. بیرون همیشه دقت نکردم ببین چجوری به این دقت حالا... کردیم؟ <تصفح> دقت آخه خب اینجا همیشه تمام تمام <تصفح> کانادا و آمریکا تخم مرغ توی یخچال تو یخچال نگه و ما رفتیم اسپانیا تخم مرغ بغل مثلا کشیه رومیزه بعد گفتیم آ چرا اینا بعدن نمیفهمن آدم میتونه مریض بشه چرا عقب موندن برفتم خوندم که چرا این اتفاق داره میفته مم. اینجا با یه چیزی میشونن ش... می پوست تخم مرغ که قویه تقریبا یه لایه پوست رو میبره وقتی اون یه لایه پوست رو میبره هوا دیگه میتونه وارد شه واسه اینکه توی یخچال که خراب نشه ولی تو اسپانیا نمیشورنش اونجوری با آب میشونن فقط مم. پوست بوسه تخم انقدر قویه قلع که لازم هیچ کسیفی نمیتونه بره توش واسه همین لازم است تو یخچال چه جالب. من جالب بود اینو نمیدونستم خودم هم تو این چند سال دقت نکرده بودم داشتم اینو تعریف میکردم می داشتن دیسکو رو تعریف میکردم ببین این دیسکو همه لب دریا بعد ملت همه جوونا میرن دیسکو دیگه دیسکو مثلا ساعت 5 صبح میبنده 6 صبح میبنده آقا همه از دیسکو میان بیرون بعد فرض کن از دیس از در دیسکو میای بیرون تا لب دریا چه میدونم خیلی کمه آره شاید ده قدمه 20 قدمه آقا همه میدون لباس رو میکنن لخت میرن تو آب همه مست و پاتیل به خدا اصلا یه صحنه هایی میبینی بعد پلیس هم کار نداره وایستاده اونجا آروم از خودش میره راه میرن بعد اینا یه کارایی میکنن تو چیزایی که تو زندگیت ندیدی و میبینی تو سایل های بارسلونا من برای همین شدم هم برم تو سال جق بزنم دیگه چیزایی دیدم که حالا ندیده بودم گفتم من دیگه هم نمیبینم اگه اینجا نظر این خوشحالی رو نمیتونم ببرم <laughs> و این داستان رو نذاشتم که بگم اگه اون کارو نمیکردم <laughs> آره خیلی اینا خفن بعد حالا ببین من توی بعد اینکه اومدم بعد این همه سال مثلا اومدم اینجا توی مالاگا مالاگا کلا سیستم زندگی خیلی فرق میکنه بخوام مثلا برات مثال بزنم دقیقا مثل رامسر رامسر میبینی فاصله بین کوه و دریا خیلی کمه ده. اینجا هم اون قسمتی که ما هستیم اینجوری خیلی زندگی مثلا ساحلی تره یه و... خونه سکسی چنده اونجا یه خونه چارخوابه استقدار با ویوی اقیانوس او و این نبقل اقیانوس احبا. خیلی ارزون تر جای دیگه است ببین آخه اینجا با 500 هزار تا هم اصلا اقامت میدن اکثری ایرانیا ایرانی ها که میان اینجا خونه مثلا میگیرن میان حالا یا بیزنس یا اکثرا خونه میگیرن تمکن مالی و اینا ولی خب اینجا یکم سبک زندگی خیلی فرق میکنه حالا همه اینا به کنار نمیدونم ماربیا رو میشناسی یا نه ماربیا شنیدم ولی نمیدونم چرا شنیدم ماربیا 40 دقیقه با ما فاصله داره بعد شما وقتی میری ماربیا کلا زندگی عوض میشه سطح زندگی عوض میشه و مدل پایین ترین ماشینی که مثلا میبینی اونجا لمبوه ماشین های خیلی اونجاست آره اصلا لول زندگی کلا عوض میشه مثلا شما داخل مالاگا یه کافی که مثلا میتونی بخوری یه یورو پنجا سنت توی ماروی ها مثلا با پنج یورو پول بدی آخ خواهر من گایده بود من میدیدم دم مغازه زده یه د... یرو یورو کافی میدونم طرفش خواهر میگفت نه 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 بیا بریم یکی مغازه بعد میشد 8 یورو رو به رو همون هم مغازه تو کجا با خواهرام تو اسپانیا د... تو... توی یا هم نمیاد بعد تو با خواهرام دعوام شد اونجا تو اسپانیا گفتم گایدی چرا این کارو میکنی دیگه حالا موقع ما داستان تو میگی چه لقه بریم میگم رو هم بودم خب یه سوال دانشگاه معروف اونجا چیه ببین دانشگاه بستگی داره تو چی میخوای بخونی تو چه رشته ای میخوای بری مثلا توی بارسلونا اه او او با اه او بی ای سمی یکی از معروف آره معروف ترین خ... بازم هست با یکی از چیزایی که ایرانی ها خیلی میرن ایرانی زیاد است تو این دانشگاه اینجا تو خود چجوری رفتی؟ با چه داستانی رفتی تو اسپانیا؟ من برای تد... برای زبان یادگیری زبان اومدم داشتم ویدیو تو نگاه میکردم که برای دختر رو رپ فارسی میکردی آن توی میلی چت ویدیو بال حالا من اه... اسپانیخ... آره. خیلی قشنگ صحبت میکردی آره بابا دیگه یاد گرفتم من اون موقع که حالا توی بارسلونا بودم البته توی کانالم خیلی ویدیوهای پایین پایین دوربین مخفی درست میکردم با دختره اسپانیایی خیلی جالب بود بهشون آره بهشون پیشنهاد میدادم یه سوالی ازشون میکردم که ترامپا داشت یعنی در صد درصد اشتباه میگفتن بعد اگه درست میگفتن مثلا بهشون پول میدادم اگه اشتباه میگفتن باید به من بوس می‌دادن چند تا خیلی... بوس گرفتی؟ خیلی با انقدر من ویدیو درست میکردم تو بارسلنا خیلی برای بوس می‌رفتی میرفتی یا واسه ویدیو میرفتی؟ نه دیگه من اولش رفتم واسه ویدیو که یوتیوب رو شروع کنم بعد دیدم بوس میدن دیگه واسه بوسه رفتم تو ویدیو هم تو یوتیوب هم آپلود کردم <applause> آره خیلی بار ببین آخه اینا خیلی اوکی تو به یه اسپانیایی سلام کنی یه سلام احوال پرسی کنی یه دفعه وای میسه کل زندگی بهت میگه به هم که به بانک داره اونا هم بهت میگه اصلا کل زندگیشونو میگن پشمات میریزه خیلی مهربون بودم من واقعا اونجا بودم و یه چیزی خیلی دوست داشتم ما اینجا تو کل کانادا بغل ساحل هیچ نوع چیزی نیست فقط میری ساحل هیچی وجود نداره این یه آدم نتونه بیاد مثلا به تو یه دونه آب آب خنک بفوشه ممنوع همه چی ممنوع فقط خود میری خود میای تو اسپانیا لب ساحل برای تخ می آوردن آب میوه می آوردن مشروب می آوردن هر هرچی میخواستی هر چی میخواستی, می... میخواستی بغل آب و اونجا بود و ده تا چیز بود اینش خیلی باحال بود مثلا من اینو خیلی حال کردم که میتونستی کلی رفاه فقط دست درست دراز کنی دو میدوی طرفه و من واقعا واقعا لذت بردم یعنی به هر کیم هر وقت میپرسم یعنی به هم حرف میزنیم میگم به نظرم بهترین کشوری که میشه زندگی کرد اسپانیاست چون واقعا خوشحال بودم توش 20 روزم 25 روزم بودم کم نبودم واقعا حال میده ببین توی سال 2018 فقط بارسلونا تعداد توریستایی که اومده بودن بارسلونا دو برابر دو برابر جمعیت کشور بود ببین چقدر توریست میان می می بعد حالا مثلا دیدیم ما تو ایران میخوایم بریم مثلا مسافرت تعطیلات میریم شمال خود اسپانیایی ها برای تفریح و مسافرت میان جنوب چرا چون هم ارزونیه هم هوا خیلی خوبه همه جا اسپانیا هوا جنوب, خوبه. حالا جنوب چه شهری میشه همین جایی که ما هستیم مالاگا اها. میشه مالاگا میشه ماربیا بعد ببین انقدر انگلیسی میاد اینجا مثلا من تو اون موقع که تو بارسلونا بودم مغازه انگلیسی نمیدیدی اونجا خیلی کم خیلی کم از موقعی که اومدم اینجا ببین تو خیابون دای رامیری تابلا انگلیسیه انقدر انگلیسی اومده اینجا خونه خریده خونه میخرن میندازن میرن که فقط چی مثلا تابستونا مییان اشغال میکنن آره یک از دوستان داره خونه اتفاقا این خیلی خوبه ولی از طرف دیگه یکم هم اقتصاد ضربه میزنه فکر میکنم به اقتصاد خیلی خوبه ها که پول میارن از خارج خب ولی وقتی خیلی خونه میخرن میذارن میرن چی میشه این میشه که شما وقتی داری اینجا زندگی میکنی نه داری خونه, زندگی نه داری خونه زندگی، اینجا زندگی میکنی نمیتونی خونه پیدا کنی خیلی سخت میتونی خونه آه. پیدا کنی چون نیست آره میخرن تو آره خب حالا یه داشتم برای کار چیکار کردی توی نه سال گذشته برای ما توضیح چرختی از نظر پول درآوردن چیکار کردی از نظر اقتصادی چیکار کردی من همه کار کردم <applause> دیدی همه کار کردم <تصفيق> <تصفيق> آره بگو تجربه تو توضیح هم بده واسه آره. یه نفر که میخواد بیاد اسپانیا که کدومش خوب بود کدومش بد بود درسته ببین آخه بستگی داره چجوری جوری میای متوجهی یکی هست میبینی آقا خیلی پول داره میاد خونه میخره میاد اینجا از همون روز اولم هم که میرسه شروع میکنه بیزنس میکنه یا یکی میاد اصلا بیزنس میزنه کاری میاد شروع میکنه کار میکنه کسایی که تحصیلی معمولا میان اینجا بعد از کارهای خیلی پایه شروع کنن حالا هر کاری میتونه باشه میتونه... چقدر پول اه... میدن واسه کار پایه؟ الان حقوق رفته بالا تبریک شده پای حقوق شده 1200 تا چند ماه پیش یعنی تا قبل 2023 ساعت از اونجا بود. نه نه ماهیه نه بعد چقدر کار کنی توی یه ماه که 1200 بگیری روزی 8 ساعت هفته 40 ساعت هفت... روزی پس هفته 40 ساعت یعنی 160 ساعت کار میکنی 1200 بهت میدن الان آره الان پای حقوق رفته بالا پس تقریبا میشه سوال 8 دلار 8 یورو در واقع تقریبا تقریبا اینجوری اون چیزی که نتو طب... اون نتویی که میاد دست تو مالیات و اینا همش ازش کم میشه اون چیزی که میاد دست هم 1200 چقدر مالیات اونجا می آماشو داری ببین برای خرید و اینا 21 درصد ولی برای چیز کارو نمیدونم خرید یعنی مثلا شکلات و بستنی 21 درصد آره همه چی 21 درصد اینجا همه چی 21 اینجا ده. چه بالا اونجا چنده؟ اینجا دوازده بر همه چی؟ اینجا, اینجا درصد واسه خرید و مرید اگه ماشین بخوای بخری ماشینت بالای پنجاز دلار باشه میره بالا دوباره میشه تقریبا پونزه هزار یعنی 15 درصد میره ب... میشه یا میشه 20 درصد نمیدونم دقیقا بهش میگن لاکجری تکس بعد خونه بخری یه درصده ترانسفر تکس داره حتی اونم باز کم میشه همینجوری یه میلیون اول یه درصد یه دوم نیم درصد بعدداری تکس کاری اگه کار کنی اینجا 50 درصده یعنی مثلا دیگه تایی تایش 48 درصد میتیقه اگه خوب پول در بیاری اگه کم پول در بیاری زیر 25 دلار هیچی نمیگیره این هم هست بستگی به درآمدت داره بستگی به درآمدت داره ولی خب کسایی که معمول کار میکنن انقدری که میگی نیست خیلی کمتره خب بعد الان شما تو چه کاری هستی خودت؟ ببین من اینجا ده ده همونطور که میگم می از پایه شروع کردم کار کردم توی رستوران کار کردم بعدش یه مدت یه کاری که خیلی دوست داشتم و انجام میدادم چیز بود قریق نجاتی بود قریق نجاتی اینجا خیلی خوب پول میدن ببین ساعت کاریت خیلی کمه بعد خیلی هم خوب پول میدن همشم دختره لختگان می‌کنیم همش هم یعنی 24 ساعته زندگیت همینه یا لب ساحلی یا تو استخری نه نه الان تو این کاری؟ نه نه این مال بلیونه. این مال چند سال پیش بود فکر میکنم پنج سال پیش بود پنج سال پیش بود من دارم بودم دارم. تو همون کار میموردم پیره مردم اون بالا <تصفح> 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 آقا ببین آقا توی اون توی غیر نجاتی خب اه... همه فکر میکنن که یارو از بلد نبودن میره تو آب و غرق میشه شنا بلد نبودن ولی مثلا اتفاقایی که تو بارسلونا میافتاد اصلا اینجوری نبود تمام کسایی که مثلا قرق می شدن یا میترسیدن این خارجی ها بودن که مست بودن یارو دست و پا می زد می کشیدش بیرون می مست و پاتیله اکثرا سر اینا اتفاق می افتاد. سر اینکه کسی بلد نباشه یا مثلا هوا طوفانی باشه من خیلی مثلا به دختر خوشگل یا باید دختر خوشگل در حال خفر شدن باشه بعد بری بگیریش مماش به تو صورت نه خاطر کمک کردن ببین باورت نمیشه اون موقع که اونجا کار میکردیم مثلا میدین نشستی اونجا دیگه با لباس غریق نجاتی بعد خو خارجی هم زیاد بود می یا یه سوالی چیزی الکی عل علکی میپرسیدن همونجا شماره بازی بعدش هم راحت میتونستی بری دیگه خیلی اوکی هن اونه. خیلی اوکی هن. بعد جالبش اینه نه خارجی هایی هم مانده. که میان اینجا یعنی بگم نمیخوام حالا درصد بگم ولی همشون اوکی یعنی میگه یه یه هفته که بارسلنام یا لب دریا یا دیسکو یا هر جا که بشه میرم میدم دیگه آره بابا چون که اینجا کلا دخترختی میخوان برم مسافرت همه میرن آرایشگاه موهای پشمو میزنن فکر کنم چی که تمیز برن مسافرت برای آومین میرن آقا رامین آرامین نه دیگه ما دیگه پیر شدیم اون کار من اگه غریق نجات بودم اونجا میدویدم هر دقیقه خیلی خوشگل تو نجاتش میدونم من دارم غرق <applause> نمیشم نه بیا تو نمیدونی اینجا خطرناکه <applause> اصلا اونجا تو روزای عادی هم بری برنامه همینه ولی خدای خیلی کشور خوبیه به نظر من برای زندگی حالا همیشه میگن مثلا اسپانیا یه جزو کشوریه که درآمدش کمتره حالا فقیر میگن یا هر چی ولی خب پول داشته باشی آره خوب وشی. بدبخته زندگی چی داره بده بیرون چی تولید داریم به غرض زیتون گوشت؟ داریم ما این همه زیتون داریم این همه مزرعه داریم بعد معروف شما فارم زیتون اروپا این تا جایی که من میدونم اینم هست شما در واقع مزرعه ای اروپا این چون من داشتم نگام که هره. همه همه گوشتا مال شماست خیلی چیزا اینجاست همه گوشتای قرمه سبزی بر ماست <applause> وای کفش رفتم کفش بخرم چه کفشی دارن لامصب بعد از این کفشای خوشگل من کفش های رنگی رنگی دوست دارم رفتم توی مغازه دود از سفید تا سیاه رو داشت انگار مداد, رن... مداد رنگی بود سفید بعد زرد بعد سبز بعد آبی بعد قرمز بعد زرد بعد نارنجی همه رنگا رو داشت ببین رفتم تو مغازه گفتم کفش چنده گفت مثلا 20 یورو برای کفش مثلا من اینجا می خرم مثلا 800 دلار بعد میگم واو اون که آیدنتیکال معلومه اون مغازه رو تو خریده فقط لوگوشو زده روش بده از همه رنگاش رو به من بده گفت سایز پا چنده گفتم اورجینال اورجینال نه یه مارک یعنی مار... ساخت خودش بود ولی معلومه مثلا مثلا میگم گوچی میاد از این میخره یه داغم گوچی رو میزنه روش بعد اون به من میفروش 800 دلار ولی از این 20 دلار خریده اوکی. بعد گفتم که آقا همه رنگاشو من بده گفت سایز پا چنده گفتم دوازده گفت اینا بیشتر از یازده نمیره گفتم کیرم تو دهن پا کچیکتون کنن یعنی گفتن آدم های سایز دوازده گوره پدرتون به ما چه سایز پا خیلی ناراحت شدم اگه یعنی بود الان تمام کمودم اون کفشه بود آره دیگه میتونستی همه رو بگیری بیست جفت بخرم آره بیست جفت میخریدی میشد هیچ کاری نمیشد بکنی یعنی بهش یارو گفتم آقا چیکا باید بکنم کفیش در بیاری در بیاری نه نه چون جلو عقب کم داره آه. بعد هر یعنی به یارو گفتم آقا جای میشناسی هست میتونم سفارش بدم بعدم برام بفرستی کانادا چی کار گفت هیچ چی اومد نمیزنی 11 بعد وقتی داریم بزرگ بودن و تو هواپیما ما میدی جا نمیشی تو ماشین تنگی نمیدونم قضا پا... بخوری دوازده تا سیزده بستگی داره بین کفش یعنی همیشه به... دوازده مال من میشه نه نه نیم یعنی به اروپا میشه چل دو به اروپا میشه چل و بین چل و شیش تا چل هفت تون تون نه بابا جدی میگی آره قیافه مغازدان همین اختی بود چجوری کمش انتخاب میکنی یعنی مثلا دوستا بگم پشنات بریزه داشته مثلا چین برای اولین بار یکی دوستان زنی زنگو آقا ما میخواه چین گفت میایی بریم چین گفتم که شور من احمق عقب موندم رفتم رو اینترنت زدم هوای چین بعد زد بیجینگ های هشت درجه گفتم خیلی خوب آقا منم کاپشن و کفش و اینا رو ارزشم پک کردم قوی رفتیم توی فرودگاه نشستیم بعد که رفتیم تو فرودگاه دیدم مثلا دوستم با شلوار کوتاه اومده من اینجا بودم دود بچه با شلوار کوتاه اومدی گفت بینسیم اونجا خیلی گرمه گفتم وا من چک کردم هوا من بین مثلا 8 درجه تا من مثلا 10 درجه سرده دادا گفت کجا رو چک کردی تو گفتم بیجین گفت بیجین با اون مثلا 12 ساعت فاصله داره با قطار سنگ گفت چی فکر کردی مثلا با هوا ما 3 ساعت راهه بعد گفتم خب چین بزرگه دیگه مثلا من آماده شدم برم آم، روسیه و بعدش می‌رفتیم بندر عباس روسیه ببین <applause> <تص> حالا فکر کن رسیدیم چی من تمام لباسام کس خاره گرم هوا انقدر گرمه مثلا چند 37 درجه خب نه مثلا ملو خب. هوا داغ که مردم تو بیچن بعد همه دوستان با شلوار تیشرت نه. حالا همین رفتم تو مغازه هیچی اندازه من پیدا نمیشه هیچی یعنی مثلا تو مغازه از دک یارو بگم اینطوری میکنه بعد مثلا یارو 5000 مدل تیشرت داره هر مثلا 100 تا داره میگم یعنی یک دونه از اینا نیست من بخوره نه هر کدوم انگار کاندوم پوشیده بودم یه دونه آه. شورت پیدا کردم هفتا ایکس یعنی هفت ایکس 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 ایکس, ایکس, ایکس. ایکس 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 آره ال اون اندازم نشد مثلا نمیسن یعنی, یعنی تو داری میگی سایزای اونا کوچیکه آره یعنی مثلا اکسترالارجشون میدیم بقیه دنیاست آه. دیگه 7 تا رو یارو یعنی گفته بابا به عکس بزن که دیگه کامپیوتر ایکس اش تموم شه <تصفح> با, با این وده. حال سایزه گفتم دیگه گفتم انقدر گفتم کاش کی یه قضیه با بزرگتر دیگه بس خب آمده اینجا بخوای آنلاین سفارش بدی چی مثلا فرض کن یه چی سفارش بدی بیاد بعد آنلاین کارخونه ها چون میدونن دارن واسه آمریکا میفرستن سایز آمریکا تولید میکنن خب ولی توی مغازه چین نمیتونی پیدا کنی مگر اینکه به یه جایی که مثلا جنس های فیک میفروشن <applause> و اونا چون واسه توریستن میدونن توریست سالشون بزرگه میدونه که من اونجوری پیدا کردم رفتم توی توی شنجن رفتیم بریم مثلا چهار روز با لباس خودم بودم بعد روز چهار رفتیم شنجن رفتیم توی مغازه در مغازه رو بسد. پلا رفتیم بالای سقف مغازه این ایران توی قدیما پاسش چی بود سرخ بازار <applause> بعد رفتیم بالا توی مغازه بالای پشتمون مغازه یارو یه سری جنسس باز کرد مثلا اینا بپوشی بعد مثلا چند تا تیشرت نمیدونم چه مارکی هم بود اونا اندازم شد که اونجا تونستم بخرم ولی مثلا شلوار پیدا نتونستم بکنم اندازم شلوار 46 هم تو هم مدت با می همون لباس های شلوار خود موندی دیگه 36 ببخشید چی؟ میگم تو اون مدت با همون یه دن شلوار موندی؟ آره دیگه تمام شلوار گرم بلند و آرزوی شلوار کوتاه بودن وای خیلی خمال فکر مثلا رفتم مصطفیت برای منای هشت بعد مسافت چهل پنجاه درجه من اختلاف <laughs> <applause> موقعی که میگن عقل نباشه جان در عذابه دقیقا ببین اینجا هم موقعی که گرم میشه یعنی تو اوج تابستون واقعا اصلا لباس نمیتونی بپوشی یعنی شلوارک نمیتونی بپوشی تیشرت نمیتونی بپشی. کاملا و لخ باشی بعد کل اسپانیایی یه همه لبابن نه اصلا اسپانیایی، خارجی ها بعد یه چیز جالب داره آره مثلا تایمی که اینجا دیگه بر ما یکم سرد میشه مثلا یه ژاکتی چیزی میپوشیم بعد میبینین انگلیسی ها لخ لب دریان ما داریم یخ میزنیم یا لخ لب دریان میدونی چون انقدر از جای سرد میان بعد اصلا اینجا براشون خیلی عادیه داریم. حالا من خیلی سرمایم خیلی سرمایم خدا رو شکر اومدم اینجا الان میبینی شومینم روشنه <تص> اینجا از این بابتش خیلی خوبه خیلی باحاله من واقعا عاشق اسپانیا بودم اون نمیای دیگه اون قضاتون چیه پتته چیه پیایا پایا پایا, پایا. هیچ وقت چیز من نتونستم با, من. با این پایا رابطه برقرار کنم یعنی یه سری برنجا این برنجای درشته با میگو با... و خیسم هست این خیس خیس باید بخوری اصلا خیلی مزخفه من رفتم اونجا بعد خواهرم هم میگه باید این پایایا رو بخوری اصلا نمیدونی چی میشه رفتیم سر یه میز نشستیم یه محل هستش همه مال هم جنس گرا هستن یه بیچ خیابونه فقط همه توش هم جنس گرا هستن پارتی مال هم جنس گراست توی بغل نزدیک بارسلونا بود مثلا 45 دقیقه نه 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 آها. بیشتر فکر کنم اه... اسمش یادم رفت خلاص آقا یه محل آره، قلن... که مال هم جنس گرا هست یعنی وقتی توش فقط هم جنس گرا هستن سیچس رفتیم سیچس چی اسمش سیچس فکر کنم فکر کنم خلاص رفتیم اونجا یه رستوران نشستیم خواهرم هم چهار تا سفارش داد ما که نمیدونیم چی گفت یکی واسه بابام یکی واسه من. بعد هر کس هر کدومش انقده تو این سینی بزرگا میارن آره ولی اینجوری میریزن توش یعنی انقدر اومده بالا اینجوریه که سینی پره تای سینیه ولی خب خواهرم انقده دیگه یعنی چهار تا باشگاه با فکر کنم چهار تا از اینا مسئله میز تمام میز از اینا بود بعد واقعا مزه گوه میدن یعنی انگار رفتین جوری این این سینیه رو کردی تو شن پلو هم ریختی توش با هرچی که چیز ماهی دیگه مال توش حل از اون اینا پختی اصلا نه, نه مزه خوبی داره نه معلومه چه اتفاقی داره میفته همه چی با شل و استخون و پوست و گفتم بابا کلی فوشتم خواهرم ولی من خیلی از اون ولی از اون وقت چیزتون خیلی دوست دارم اپتایزراتون که تو هر مغازه ها هستش میری میشینی چیز کوچو کوچو سفارش میدی آره تپس. تپس. تپس تپس یعنی تو تپس تپس وقتی سرویسا سرویسا سفارش میدی آبجو اکثر بارا تپس دارن هر چی بخوای انقدی برات میاره کوچیلو 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 خیلی هم داغش از هم سرد 20 تا چیزا خیلی اون تپاستون واقعا باحاله آره اصلا, اصلا فکر کن تو ایران داری راه میری بعد حواس کنی میخوای یه لقمه کباب بخوری نمیخوای یه دونه سیخ کباب کوبیده بگی لفتاری. می مغازه میگی یه تیکه انقدر کباب میبره میذاری لای نون میدی میخوری بعد مثلا اگه کباب هست مثلا چنا 100000 تومان این هست 7000 تومان دیگه شو میگیری ارزون مو فرج یه دم از این بخورم یه دم از این بخورم خیلی حال چند روز پیش رفته بودم بیرون منتظر یه جا منتظر یکی بودم بعد یکم دیر کردیدم یه بار هست اونجا نشستم تو اون باره بعد گفتم زید تپس بگیرم همینجوری که گفتی بریم یه کوچولو بگیرم برای اولین بار دیدم تپس پیتزا هی hey, میخواستم سفارش شدم دو دل شدم شک کردم گفتم شاید این پیتزا اشتباهی تو این قسمت تپسه الان سفارش میدم یه بزرگ میاره منم نمیخوام بخورم اصلا نپرسیدم یه چیز دیگه سفارش دادم ولی دیدم پیتزا داره خیلی دوست داشتم اینم سایزش قده. چه باحال نیست یه دونه اسلایس میاره دیگه نه فکر میکنم یا یه اسلایس بیاره یا شاید هم کوچیک باشه مثلا خودش کوچیک یعنی مینی پیتزا باشه اگه اونجوری باشه خیلی جالبه حالا تو خودت به عنوان کسی که نه سال تو اسپانیا زندگی میکنی ضعف اسپانیا چیه از چه مثلا الان فقط راجع به اسپانیا خوب گفتیم من چون خودم اومدم من هیچ بدی توش ندیدم چون زندگی نکردم تو که توش هستی بدیشو بگو مثلا میخوای خونه بخری اذیتت میکنم مدرسه سخته نمیدونم خیابون ترافیک زیاده از بدیاش بخوایم بدیاش نمیشه گفت بدیا چالشاشه حالا میتونه بدی هم باشه مثلا اسپانیا یا یکم خصیصن میدونی باز بستگی داره به طرفی که میشناسی ولی مثلا یه اسپانیایی خیلی خیلی کم پیش میاد که تو رو دعوت کنه خونش مثلا تو دعوتش میکنی آره تو دعوتش میکنی میاد خونت میخوره مینا دعوت نمیکنه حالا اگه بخواد دعوتت کنه کجا دعوتت میکنه بیرون که یه کافی فقط بخوری البته دارم میگم همه اینجوری نیستن ولی اکثریت من دوستایی داشتم که مثلا اون دعوت... کافیه که دعوت میکنه پول کافی تو میده یا نه مثلا میگه یه کافی تو بگو اگه تو بگم. اگه بگم؟ گفته باشه دعوت دعوتت میکنم میده حالا مثلا آها. یه سری ها هستن دعوتت میکنن خونهشون بعد میگن مثلا یه سی بیار دیگه واسه خود یه چیزی بیار ای. یعنی یه <تصفح> باز خود یه بیاری بخوری اینجا شام خونه مایید باز خود قضا بیار و این حالا توی دی اکس آره، تو اکثریت نیست ولی خب پیش میادش بعد یه سری چیزای دیگه کار که مثلا یکم سخت پیش سخت گیر میاد کار اگه کار خود را انداخته باشی که خب میتونی کار کنی ولی بخوای یکم دنبال کار باشی یکم سخت پیش میاد سخت گیر میاد خب یه سوال وقتی میگی کار کم پیش میاد کار کیری زیاد هست کار خوب کم پیش میاد یا نه کلا کار کمه یعنی مثلا اگه یکی بخواد بیاد اونجا بده تو رستوران میتونه ظرف یه هفته پیدا کنه یا نه رستوران آش مثلا کارسون هم رد... بخواد بشه اونم سخته اونم یکم سخته اونم یکم سخته ببین مثلا کمپانیای بزرگ مثل مکدونالد کی سی یا بورگر کینگ اینا میتونی بری میدونی همش دیگه الان شده همش آنلاین میفرسی سی وی تو میفرسی حالا یا زنگ میزنی یا نمیزنه خب ولی این تو این سب کار بخوای پیدا کنی خیلی راحت تره ولی یکم دیگه بخوای یه کاری باشه راحت باشه درآمدش هم بیشتر باشه باز بستگی به تجربیت که خودداری داره اون یکم سخت گیر میاد بعد خرج زندگی چقدره الان مثلا برای خونه توت محل شما برای اجاره و آب و برق و غذا و اینا چقدر بعد آدم در ماه در نظر بگیره اه... این یه بدی هم که داره همینه که دخل و خرجت با هم نمیخونه تو مثلا اگه 1200 تا همون حقوق مینیمومی که گفتم 1200 تا درآمد داشته باشی میتونی خیلی معمولی زندگی کنی معمولی یعنی چی یعنی بتونی اجاره خونه تو بدی بتونی آب و برق و گازتو بدی یه چیزی هم بخوری پس انداز نمیتونی کنی پس انداز این اجاره خونه بودن چقدره یه خونه یه خوابه یه خوابه از 700 800 شروع میشه آه گرونه من البته یه سم بگم از 20 خیلی گرون شد یه, دفعه سم بگم از 6 ماه گذشته یکم شروع شد همه چی رفت بالا و خیلی همه چی صدا کرد تا حتی کلا یه دنیا به هم ریخته من نمیفهمم چرا آره چند روز پیش کانادا که اصلا کانادا بگم خیلی پشت میزونه کانادا نشسته حساب کرده داره تقریبا سالی 800 هزار تا آدم جدید میاد توش خب ما کل جمعیت کشور 35 میلیونه واسه همین 800 هزار عدد خیلی بزرگه یعنی یک مثلا 35 ام داره میاد بعد نشستن حساب کردن دیدن با تمام خونه هایی که داره ساخته میشه و ها و این حرفا مثلا دارن سالی 300 هزار تا خونه میسازن و یعنی فهمیدن تقریبا سالی مثلا 100 هزار تا خونه کم دارن یعنی میگه آقا آدم ها که دارن میان ما وقت ندیم برای این خونه بسازیم اینا برن توش بعد همه جا دارن خونه میسازن ولی بازم کمه و یه خونه که میذارن برای اجاره یهو سی نفر میگن میاد یعنی من مثلا خونه ها میذارم واسه اجاره سی نفر مسیج میزنن اصلا نمیتونی باور کنید چه اتفاقی داره میفته بعد من یه خونه رو که اجاره میدادم میخواستم اجاره بدم 700 دلار الان دارم میدم 2000 نمیشه سه برابر خیلی ها میگیرن اجاره میکنن آره اصلا اونا خواستن یعنی اینجوری ریختن بعد خالص مدت بزار... یا روزانه منظور دراز مدت یک ساله و خانومم تازه میگفت بذاریم می دو دیویست میگو دو دیویست مثل کره میره گفتم نمیخوام بابا دیگه دلم نمیاد یه آدم میاد اینجا باید شب که میخوابه منتالی بگه چه اتفاقی داره میفته واسه چی من دارم اینقدر پول میدم میفهمی یعنی یعنی من هم. خودم به عنوان صاب خونه دیگه نمیشم راضی باشم اینقدر پول بگیرم ولی می تو مارکت میزنی من فقط کس خونم که دارم این کارو میکنم همه, همه دارن میگیرن یعنی عددا بالاست بالاست باور چقدر رفته بالا اتفاقا همین چیزی همه که... چی سه برابر شده از 2000 هزار... گفتی... از 2000 جالب بود که خونه کمه اینجا هم همون داستان هست بهت گفتم انگلیسی ها میان میخرن میرن بعد که اینجا زندگی میکنن خونه سخت اجاره پیدا کنن بعد از اون ور خیلی جا هست دیگه جا نیست خونه بسازن ببین اینجا مثلا اگه بیرون بودیم من بهت نشون میدادن کوه رو دارن میکنن میرن بالا همینجوری تو کوه دارن تو کوه آره ویلا می ویلا میسازن این ویلا رو گرون گرون میفروشن بعد چی یارو این چیه میزنن چیز خونه رو میگن میزنن همونو که میزنه واسه شروع همین <تصفح> ستون ها رو که میزنه واسه اه شروع میره فروش میره خریدا نمیاد اینجا به خاطر همین داستان برای دو سال از یه ماه پیشم شروع شد برای دو سال اجازه نمیدن برای دو یا سه سال دقیقا نمیدونم ولی برای چند سال کاملا غیر قانونی کردن آدمای خارجی خونه بخرن آها آه نمیذارن بخرن آره گفتم برای سه سال دیگه چون انقدر داره آدم میاد گفتم بعد جوشو بگیم کسی نداره که الان تو این خونه نداریم برای آدم خودمون بگید یا خارج بخونه بخرن بخن. چون بگید دیگه... خونه, خونه داشته باشن حالا یه سی جالب و بهت بگم برام تقریبا یه هفته پیش اتفاق افتاد همین گرونیا که یه دفعه اینجا زیاد شد یه دونه اینجا سوپرمارکت داریم اسمش مرکادونا که یکی از بزرگترین امپرسه های مثلا اسپانیاییه که یه عالم شعبه داره تو س... کل سراسر اسپانیا خب این عادیه که از سال 2023 همه چی یکم رفت بالا توی همه همه سوپرمارکت ها رفت بالا این مرکادونایی که اسپانیاییه مثلا لیدلم هم رفت بالا کرفور هم رفت بالا که این آلمانی اون یکی فرانسویه این اسپانیاییه از همه بیشتر برد بالا از همه بیشتر برد بالا یه دفعه دیدم توی تیک تاک اثر چار پنج تا ویدیو یه دونش دو تا شیز در میاد در مورد مرکادونا مردم آره مردم ناراضی هم ویدیو میگیرن گفتم الان بهترین فرصته پا شدم رفتم بیرون چند تا ویدیو رکورد کردم با چند نفر مصاحبه کردم و اینا اومدم خونه ویدیو رو برداشتم اومدم خونه شد 6 تا ویدیو آقا شروع کردم ویدیو اول رو گذاشتم تیک تاکی که صفر صفر بود 500 هزار تا ویو نه بابا ببین با. بخ... <applause> یه جوری ویدیو وایرال شد بعدی گذاشتم 700 هزار تا خورد روز بعدش یکی دیگه گذاشتم 300 هزار تا 200 هزار تا دیدم وای چیکار کنم حالا سابسکرابه داره تو تیک تاک میاد بالا یه تیک تاک یه دفعه وایرال شدم تو تیک تاک به چه حالی خوشحال الان هیچ چیزی الان عرزگاهی میرم بیرون شروع میکنم ویدیو میگیرم بعد ملت کامنت میذارن برام شروع میکنن میگن که آقا از بنزین هم بذار از گرونی این هم بذار گرونی... گفتم با بیناموس موسا ما اومدیم یه کاری کردیم بدون چیز چی میگن؟ <تصفح> چیزی پشتش نبود اومدم یه کاری کردم آره یه ترکید حالا شغل من این نیست که بیام در مورد چیزای گرون اسپانیا صحبت کنم بعدی چی دیال نمیدونم چی کار <تصفح> کنم تیک تاک فالوور شده؟ فکر کنم تیک تاک هم چند تا داره 1500 خورده ای با نزدیک 60 هزار تا هم لایک چون تیک تاک میدونی که ویو ها رو نمیزنه لایک تو میزنه اون بالا با 1500 تا یه دفعه رفت شده تو یه هفته این اتفاق افتاده یه هفته دو هفته 1500 خیلی 60 70 کی هم لایک خیلی بار من تیک تاک هم هفته پیش شروع کردم آه شروع کردی ببین خیلی به چیز میده خیلی به چی میگن کمکت میکنه که وایرال بشی ولی باید بدونی تو چه مارکتی داری کار میکنی تو مارکت ایران اصلا به درد نمیخوره چون هیچ تیک تاک نداره خیلی کم ایرانی تیک تاک نداره زیاد خارجی ها دارن یعنی خا... آره. خارج از ایران توی دارن خارجی ها خیلی, خیلی بهت فرصت میده خیلی بهت فرصت میده تیک تاک که بیای بیرون من میگم صفر صفر من فقط تیک تاک هم داشتم ویدیو نگاه میکردم یه دفعه ویدیو رو گذاشتم ترکید گفتم و که یوتیوب رو جمع کنم بوشم. برم سمت تیک تاک تیک تاک تیک تاک پول میده پول میده یا نمیده آره پول میده ولی مثل یوتیوب نیست که بگیم از ویدیوهات از, از ویوی که توی ویدیو داری پول میده به اونم پول میده ولی خیلی خیلی درصدش کمه بیشتر چی از چی میده از لایو میده شما میری تو لایو شروع میکنی با مردم صحبت کردن و اینجور چیزها مردم به پول میدن دونیت میکنن فهمیدم 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 یکی از دوستای من همین دوست دوستمه کمی نزدیک ما زندگی میکنه اون چند ساله داره همینجوری تیک تاک لایو میذاره مینیموم مینیموم میگه تو تخمی ترین شرایط روز دیویس یورو در میاره دیویس یورو توی تخمی ترین وقتی می تیک تاک ماهی میشه شیش هزار یورو شیش هزار یورو شما در بیاری توی اسپانیا میتونی پادشاهی کنی عشق اونجا دیگه آره حالا منم دیگه آره لایو شروع کنم آره خیلی ارزونه اسپانیا نسبت به کشور دیگه مقایسه کنی خیلی ارزونه خیلی حالا جنوبش ارزون جنوبش باز هزه. ارزونتر از شمالشه بعد شما هر چی بخوای اینجا هست دیگه زندگی لاکچری بخوای آب و هوا هست که مهمترین چیز به نظرم آب و هواست که تو روحیه خیلی تاثیر میذاره پس یه سفر دوباره بیا اونجا چون شهر رو ندیدیم بعد بیا اونجا یه حالی با تو بکنیم بیاره حتما حتما قدم رو چش هر موقع بیای سکس قوی من رفتم تو دریا بدون تا یه یه رو بیست دقیقه نیا تو دریا اوکی بزار تو گرما پس بیا گرما بیا بیای میبرمت اینجا جزیره قناری یه بلیت میگیریم میریم یه ساعت راهه به خانومم میگم که برای کار ببرم اسپانیا میخوام ویدیو بزنم آره بعد بری اسپانیا <تصفيق> <تصفيق> خیلی عالی بود من کلی چیز میزیاد گفتم از اسپانیا دمت گرم خیلی مخلصیم بچه ها امیدوارم خوشتون اومده باشه از این چیزا سوالی چیزی دارین توی کامنت بذاریم مطمئن باشین جواب گرفته خواهد شد از طریق من یا ایشون لطفا لایک کنین شیر کنین یه حالی به من بدین <تص> مرسی از سابسکرایبر رسید به 19 هزار به 20 میرسه دو رو میبوسم جاکس خب بچه ها مرسی که تا اینجا منو تحمل کردید قراره یه قسمت دو درست کنیم یعنی یه ویدیوی دیگه که در مورد موزیکای من در مورد هنر من هستش اونو میتونید توی کانال خودم ببینید ممنون میشم که بیاید ببینید و دنبال کنید دمتون لینکشو تو دیسکریپشن کلیک بکنین ببینین ویدیوی اونی که موزیک و رپ و از این صحبت ها درمتون گرم چاکس چاو